به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکولی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نامه رسون فلان اداره. نام رسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره. رئیس جمهور میدوزه. نام رسون اگر انعامو نگیره، گرفتاری رو درست نکنه، گرسنه میمونه. اما اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا را بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه، دزدی ما رو الله دستور فرمودند، دزدی شما رو الله دستور نفرمودند، بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکم رو بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم، رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم، رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم به هم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذ پاره ها به چه درد میخوره، من کارم رو دارم، چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازش از بالا صادر میشه، چون الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید، سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله، رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنن، مواظب بیزه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره، راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدان متعارفش نمیشه، شعبه دزدان نیست، بنیاد فلان، شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم، همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این ور دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارن توی نروژ، یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداش در نمیاره. باید معامله انجام بشه. در از این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون
ایران درآمد داشته، نصفشو آخونده دوزیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفش هم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدا معامله میکنن، اون دزدا پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قاطی خیک روغنا تو سرداب. هر وقت بخوام یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم. خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارها رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم. میگم که هر ملتی، هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت. کلا هم رفته، کاریش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچولباز روباه چی اسمش؟ خاتمی بوده و عنترینژاد. ما آدم دیگه نداریم تو ایران، چون اگر بخوان اون یارو که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده، رئیس شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه اینقدر که کاری نداشته باشی من هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه این وریا میدزده، یه نفر برای اون وریا میدزده. یه نفر اومده دلقکبازی در میاره، ملا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم هرومزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده. یکی عنترینژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدی، امیر احمدی چیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست، اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن و آوردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد، برژینسکی، فرستادش واسه دکترام گرفت، راه نمایشم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه من ادامه بده. تریتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکرن. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش بخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن. جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین، من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست. و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا
محمد هفرنگ یا انتری نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حسابایی که من نشستم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم مردم برن کتاب بخونن که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه، و الا حالا این دفعه یا انترینژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، انترینژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره انترینژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران اینو قبول دارن. اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به انترینژاد رأی. بر من فرق نمیکنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت، این دیالوگ خودشه، ضبط شدهش هست، منتها هر وقت بخوان نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارک چیه؟ یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگی اون باید اجرا کن. بعدم شما رو گذاشتن سر کار. فردا مجلس خربگان، خبرگان، ببخشید یه اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا. اینا میان میگن که نه، انترینژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیاریم، چون ما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. عمامه به سر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت ده همیشه در صحنه میگه بر، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتابخونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، تالاپی فرستادنش پایین، هر چی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای اینکه اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوایم به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم. حموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن وردار. با الکل دستو شستی، نجسه، نجسه. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر. این رو میخوایم با هم دیگه قسمت کنیم و با هم دیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه‌هاییش که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آنکه به دشمن شده محتاج به من چه؟ من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج به من چه؟ بگذار بخوابند، نزن جیغ و نکش داد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه هی دهر فنا باد، یا همه دهر فنا باد.
تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد، من سالم و شادم همه ده فنا باد، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه، تکرار مکن صحبت تاریخ جهان را، بربند فلانی تو ز بگذشت زبان را، حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را، زاینده بزندم تو غنیمت شمران را، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه، گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود در بیوه زن از پای در آرد، باشد فقط آوازه و شأن من افزون بشه، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا، ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشتابیم به رؤیا، هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون رو گذاشتن تو چمدونشون، اومدن شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الانم دیگه جا افتادن، ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهرون دلار خرج میکنن، عشق میکنن، بر میگردن، یا آقا ما رفتیم اونجا مهمونی نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا میاد جروپا، تلفن کردیم پاسدارو آورد، 30 دفعه هم جلو من دولا شد، این زندگی اونا شده. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، از سوقاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا، من آدمایی دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو تا چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میگرد. یه دی هستن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دزدی خریدن، بعدشون خوب شد، بچه هاشون گفتن خارج. اینا خاتمی چی هن الان؟ اینا بچه هاشون میان سر میزنن دور دنیا، بعد برمیگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دزدی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من هم دلارم اینجوری میشه، دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول درارن، مصرفشو من کاری ندارم چجوری مصرف میکنن. یه دی هستن، فرض کن یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، 4 دلار برای من فرستاده بود، چون این کاغذی که با کردن اون کاغذ کلوفت اینا نگاه کردن 4 دلار توش، یه نامه هم نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم، اگه میتونی کمکم کن لنگم. یه آدمایی هم هستن به 500 هزار دلار میگن تتم حساب، میگن پول خورد، همشون هم دارن زندگی میکنن. یه عده از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی ها نداره پول دارن در میارن، کشوریست که هرکی، منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشت، اینجا راحت میشه پول در آورد، شاید که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار.
یه عده‌ای هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنند. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانی است که عشق وطن دارن، عشق آب و خاک دارن. فرق نمی کنه، وضعشون ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارن. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست، شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد، اینا که اینجا نوشته دارم میخونم، من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتشون میکنی؟ که آقا چرا حمایتشون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتشون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلو سفارت، من میخونم. اینا یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید، نه گفتم نه. نه آقا مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. از کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کار، این یه نفر دو نفر نیستا، تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهوی گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی که بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیل هم داره، اسمم داره. میگه جناب فاضلی سلام، هنرپیشه قدیمی ما و بزرگوار، بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض می کنم. من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و می گذرد تا حدودی آشنایم. البته خواسته که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من می خونم، یعنی اسمش بر شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمیبرم، می خوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدن. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود.
اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از اینکه شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزشید. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتند بیایید اونجا، ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه ای انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه، اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو اون ایستگاه وای میسه. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدن غیر از این است. هر موقع شما برید 7-8 هزار تا آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند. در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یه خدعه بر علیه منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم از دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله هم. من وجیه الملکی نمیخوام. من تا 2 روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم، و الا خاک بر سر اون وجیه الملکی من. من که سیاستمدار نیستم. من که نمیخوام اسمم تو تاریخ بره. من که نمیخوام کسی هم من به نیکی یاد بکنه. من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز و امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3000 نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30000 نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن شما میگید یه در رو میکشن، یه در رو میبرن، یه در رو میگیرن. 100% درست میگی. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب، بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن بگن آقا بفرمایید آزادی، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره، به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم، چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20000 نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. و الا همون ترق و طروق و عشق میکنن و فردا صبحشم نخود نخود هر که روید خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا.
این حکومت جلوی 50,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه، کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبیست که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همه اینا رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نرین. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم، چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده، گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30,000 نفر بشند، چون اینا 3,000 نفر خودشونن، اگه این تعداد 30,000 نفر بشند، میدونید چه اتفاقی میفته؟ میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300,000 نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300,000 نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره، به خصوص که اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخوان بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم. به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با حضور، حالا شما فکر میکنی تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته، برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید. برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا، تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده. ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلاه گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همه تون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد که یه خدعه‌ای بر علیه من بوده که من خراب بشم. به جهنم، دیگه فردا نمیام سر کار، موزمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، پس این حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی رو که زد محمد رضا شاه قبول نکرد،
و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگه دارم و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن، ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما میگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خط خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم که شدم. اگر واقعا این کار بدنامیه، هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعریف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره. این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره. من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه؟ ما بترسیم؟ خون از دماغ کسی نیاد؟ شاهنشاه آریامهر فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من، یه مقداری به خودتون بیاییم. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن، دست بالاشه دیگه. یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی دارد. شما خودت که خیلی می ترسی، می خواهی منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست؟ نکنی شما جزء حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ ای بابا، شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 تا آدم کش بفرسه بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی 1 نفر هم میتواند انجام بدهد، جناب‌عالی میتونید؟ اگه قرار باشه کاری بشه، این قرار کی میذاره؟ این قرار کی باید اجازه بده؟ چراغ سبز کی باید روشن کنه؟ این چراغ همیشه قرمز خواهد بود. تا وقتی که این ملت سواری میده اون چراغ قرمزه. یه خانمی
برای من پیغام گذاشته که آقا وبسایت این آدم ها رو بده. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن، اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینایی که خودشون دارن میگن وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید یه نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این یه نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجود نترسی داریم؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و گفتن همه گلها زیبایند ولی همه خوشبو نیستند. دوست گرامی، سرور ارجمند، هر کسی هستی، هر کجا هستی، این رو بدون که در فرهنگ ما میگه عاقل به کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. شما اگر از مدیران حکومت قبلی باشید، چه خوب رو گردم الان همسن سال منی، ما چیزی نمیدونیم، ما اگه کاری بلد بودیم حکومت رو ول نمی کردیم بیاییم. سید کریم یه وقتی من یه برنامه باره براش گذاشته بودم تو آلبرت هال لندن، به حرف قشنگی زد، جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرف هاست. گفت نگاه کن ببین 6000 تا ایرانی اینجاست، الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنی چی میگن ما دور هم جمع شدیم؟ میگه عجب ملت رشیدی هن، مملکت رو ول کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت، گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که اینقدر علاقه به جنرال دوگل داری، چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسز، ای فرانسوی ها، و حرفشو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمیکنی، گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزه هم. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره، آدم نترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیاه لشکر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید، گفته تمام گروه هایی که
از حکومت دینی منزجرید، بیاید کمک کنیم این بیناموسا رو سرنگون کنیم. بعد یه مقداری زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم برین قوم هر چه زودترم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدن، کارا رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیالشگر به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن؟ حتما ممکنه، نمیدونم. ممکنه کسی کشته بشه؟ ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه، برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بابایی‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بیشین خونت بذار ببینیم جوانها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه تهران رو باید خالی کنه. اینا که این طرح ریختن، حتما اون طرح اونوریش هم ریختن، شهرستانه رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم. من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم. اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودن. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونی کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم.
من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم. من مال کسی نخورده بودم. من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم. من به کسی بدهکار نبودم. من مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم. آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو به آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم. میگن تو مردم رو کشندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن. پیروز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن. از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار میدونی چند میلیون نفر کشته شدن؟ میدونی چند میلیون نفر آواره شدن؟ اعلیحضرت هم فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلیحضرت میومد آدم کشی میکرد، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خون از دماغ کسی نیاد، همین آش همین کاسه فلهی اعدام میکنن، کسی صداش در نمیاد. اما اگه 6 نفر تو مترو بگیرن من وجاهتم از دست میدم، به جهنم که از دست دادم. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. من کاری که میکنم بسیار حساب شده است، بسیار حساب شده است. اومدم گفتم آقا یک گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی، اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بذارید. چرا؟ در این که اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، مترو شماره 2 ایستگاه سبلان. بریم دوستان عزیز به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.